محسن سازگار عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن همراه ما هستند. آقای سازگار خوش آمدید. در سالهای اخیر در استان خوزستان بیشترین سطح اعتراض ها رو نسبت به سایر نقاط کشور شاهد بودیم. به نظر شما چرا؟ خب خوزستان یکی از تحصیل کرده ترین، تکنوکرات ترین و ضمناً ثروتمندترین استانهای کشور با استعدادهای فراوان کشاورزی و صنعتی و معدنی و غیره و ضمناً یکی از گرفتارترین استانهای کشور به لحاظ مشکلاتی که در هوای خوزستان هست، در آبش پیدا هست، در نانش پیدا هست و آزار و اذیتی که حکومت میکنه از پاره شهروندان این استان مثل هموطنان عرب ما در اونجا زمین هاشون رو گرفته و ده ها مشکل دیگه‌ای که این استان رو گرفته. بنابراین به حق باید گفت که مردم خوزستان یکی از معترضترین مردم استانهای کشور هستند. آقای سازگارا، اعتراضات ضد حکومتی در ایران در سالهای اخیر خیلی مداوم رخ داده. آیا به نظر شما این اعتراضات اخیر ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده؟ به لحاظ تاکتیکی اگر بگیم نه، هنوز به اصطلاح ویژگی خاصی نداره، ولی به لحاظ انگیزه این اعتراضات عمدتاً روی گسل معیشتی و طبقاتی در واقع شکل گرفته و وضعیت وحشتناک اقتصادی که روز به روز هم بدتر میشه و اقتصاددان ها به ما میگن که سالی که توش هستیم 1401 احتمالاً تورم 3 رقمی خواهد شد و وضعیت تا انتهای سال اسفناک خواهد شد. بنابراین این ویژگی رو داره که عمدتاً روی مطلب و نارضایتی بنا شده که حکومت هیچ راه حلی هم برای درمانش نداره و در دورنما هم نیست بتونه کاری بکنه. بنابراین علتی که این اعتراضات رو شکل میده فکر میکنم مداوماً باقی خواهد. آقای سازگارا، هفته گذشته تقریبا همزمان با موج اخیر افزایش قیمت ها علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شادگان رفت، با شیوخ عشایر عرب خوزستان دیدار و ملاقات کرد، حضوری با ماشین شخصیشون رفتن. آیا به نظر شما این میتونه مربوط باشه به آمادگی و پیشگیری حکومت در برابر پیشبینی اعتراضاتی باشه که الان شاهدش هستیم؟ بله کاملا، برای اینکه آقای شمخانی خودش رو اهل اونجاست و فکر میکنن اگر مثلا با شیوخ صحبت کنند بلکه اونها مردم رو آروم نگه دارن. زمین که حکومت میداند که مثلا تا چند ماه دیگه آب کرخه پشت سدش تمام میشه و بحران آب دوباره کشاورزان این سمت خوزستان رو در بر خواهد گرفت. ولی به نظرم ماجرا عمیق‌تر از این است که فقط بشه با تفاهم با شیوخ عرب مشکل رو حل کرد. ضمن که اونها هم نمیتونند به این سادگی خلاف خواست ایل خودشون، قبیله خودشون بیان توافقی بکنن. مشکلات خوزستان مثل بقیه کشور مشکلاتی است که این حکومت هیچ راه حلی براش نداره، روز به روز هم بدتر میشه. همونجوری که عرض کردم خوزستان از این حیث شاید چند برابر پاره استانهای کشور درگیر